افشار، با توجه به این روزهای ایران، موضوع حجاب یکی از مهمترین موضوعات هست و یکی از دغدغه‌هایی هست که در سرخط همه خبرها است. امام جمعه اهل سنت زاهدان هم امروز در خطبه‌هاش بهش اشاره کرد. تحلیل از صحبت‌های مولوی عبدالحمید چیه؟ همونطور که در گزارش هم اشاره داشتیم، مولوی عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه‌اش به چند موضوع اشاره کرد که یکی از اونها مسئله حجاب بود و واکنش نسبت به مطرح کرد. اما ایشون در پایان تر هر مشکلی یک راهکاری هم در واقع ارائه داد، راهکاری که مشترک بود. در واقع میشه اینطور پنداشت که کلید واژه سخنرانی امروز مولوی عبدالحمید یک چیز بود: تغییر رویکرد در سیاست برای حل بحران ها، چه در موضوع حجاب، چه در موضوع معیشت و چه در دیگر مسائل. اما پرسشی که به میام میاد اینه که جمهوری اسلامی حاضر به این تغییر رویکرد هست؟ به نظر میرسه جواب نه باشه، چون دلیل ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی یک دوره اعتراضی گسترده رو در چند ماه پیش پشت سر گذاشت، و اما علتش هم مرگ یک دختر در پی برخوردهایی که گشت ارشاد با او داشت، یعنی مهسا امینی بوده. حالا شاهدش هستیم که دوباره در آستانه سالگرد مرگ مهسا دوباره حکومت گشت ارشاد رو به خیابون برمیگردونه، و چه بسا حتی این بار فضایی که هستش فضای شدیدتری هستش. این روزا بسیار هم میشتویم و میبینیم که چهرهایی که چه بسا در داخل ایران هستن نسبت به این اقدامات حکومت دارن هشدار میدن و از عواقب تداوم این روند در واقع صحبت میکنن. از آخرین های اونها میتونیم صحبت کنیم، میتونیم اشاره بکنیم به مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که در بیانیه اومدن، من دقیقاً این بیانیه رو میخونم، که گفته بازداشت زنان برای اعمال حجاب اجباری اقدامی غیر انسانیه. هر چند اونها که وابسته به طیف اصلاح طلب در ایران هم هستن حجاب رو واجب شرعی دونستن، اما تاکید داشتن که برخوردهای اخیر نامعقول و غیر منطقی هستش و غیر انسانی هم هستش. روز گذشته هم پنجشنبه هم داشتیم پژمان بازیگر، رئیس انجمن بازیگران سینمای ایران، هم در حاشیه مراسم نمایش یک فیلم نسبت به بازداشت و برخوردها با برخی از هنرمندان واکنششون داد و گفت که فشار بر بازیگران زیاده و اونها رو از حقوق شهروندیشون محروم میکنن. حائری شیرازی، نویسنده و پژوهشگر منتقد حکومت، هم در یک مطلبی که روز گذشته منتشر کرد پیرامون وضعیت این روزهای ایران، گفته که حتی من این واژه خود ایشون رو میگم، گفتن که حتی احمق ترین افراد ذوب شده در ولایت هم فهمیدن که رهبر نظام جمهوری اسلامی رو به دست طوفان سپرده. افشار، با تمام این حرفایی که زده میشه، هر روز ما یه خبری داریم از برخوردها، از این برخوردها، پلم کردنها و غیره. آیا امروز هم خبری داشتیم در این مورد؟ اول بذارید با این خبر شروع کنیم که در روزهای گذشته خودتون هم بهش اشاره داشتید، بحث این که با توجه به این عواقب و هشدارهایی که در مورد مسئله حجاب داده میشه، دستگاه خاصی نمیاد به پذیر مسئولیت این بازگشت گشت ارشاد به خیابونو. روز گذشته به دولت رئیسی اشاره کردیم. امروز حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان یادآوری کرد و گفتش که اتفاقا این بازگشت گشت ارشاد ماحصل و تصمیم رئیس قوه قضاییه و آقای ابراهیم رئیسی رئیس دولت بوده که با هم دیگه این تصمیم رو گرفتن، و اظهار در واقع بی اطلاعی اونها باعث در واقع تعجب ایشون شده. به پلمبا اشاره کرد، یک واحد آموزشی در سبزوار و پنج واحد صنفی در نیشابور در واقع بسته شد. همچنان شاهد تصاویری هستیم که از خیابان‌های ایران میاد که چه مأمورین با لباس نظامی، چه آتش به اختیارها، به آزار و اذیت زنان و دختران میپردازن. به هر حال بعید به نظر میرسه که حکومت از این مسئله کوتاه بیاد، از سوی دیگه بعید هم به نظر میرسه که مردم هم از این مطالبه ابتدایشون بخوان کوتاه بیان.